روزنامه اعتماد به عنوان هشدار موج ششم گزارش داده که شمار جانباختگان کرونا در روزهای اخیر 59% افزایش پیدا کرده و شمار مبتلایان هم به نوشته روزنامه دست کم 50% بیشتر شده نسبت به هفته گذشته، که اینها از نظر این روزنامه و کارشناسانی که روزنامه اعتماد به اونها مصاحبه کرده نشانه این هست که موج ششم کرونا در ایران در حال گسترش هست. همزمان دبیر انجمن متخصصان عفونی هم به روزنامه اعتماد گفتی که گونه های جهش یافته تازه‌ای از کرونا در ایران مشاهده شده و ممکن هست که این گونه ها در ایران گسترش بیشتری پیدا بکنن و تبدیل بشه به گونه های غالب در ایران. از جمله دبیر انجمن متخصصان عفونی گفتی گونه ای که اخیراً در روسیه سبب شد که کرونا اوج بگیره، این گونه نمونه هاش در ایران مشاهده شده. البته مقام های وزارت بهداشت به طور رسمی تا کنون این موضوع رو تایید نکردند. اما روزنامه دیگری که از افزایش شمار ابتلا به کرونا در ایران گزارش داده، روزنامه سپید هست و از قول دبیر کمیته پژوهش های کمیته کشوری کووید 19 یا کرونا در ایران نوشته که در مرزهای شرقی، در استانهای شرقی ایران، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، بر اساس آمارهای رسمی که خود وزارت بهداشت داره و این مقامات بهش دسترسی دارن، شمار مبتلایان در حال افزایش است. پیشتر هم مسئولان ستاد مقابله با کرونا استان خراسان رضوی گفته بودن که نیمه آبان ماه موج ششم کرونا به مشهد و خراسان رضوی خواهد رسید. اما موضوع حمله سایبری به شبکه توزیع سوخت از جمله بنزین در ایران، شبکه هوشمند سوخت، با همچنان مورد بحث روزنامه ها هست. روزنامه خراسان نوشته که در این باره پیشتر سازمان پدافند غیر عامل هشدار داده بود، اما چون هشدارش ضمانت اجرایی نداشته در عمل کسی بهش توجهی نکرده. البته این روزنامه از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم نوشته که اگر بخوایم به هشدارهای اون سازمان پدافند عامل غیر عامل توجه و اونها رو اجرایی بکنیم، نیازمند بودجه هست، که به گفته روزنامه خراسان این بودجه ممکن است در دراز مدت اختصاص پیدا بکنه. روزنامه جوان نزیب سپاه پاسداران نوشته که فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی گفته که دشمن به مرز نتوانستن رسیده. فرمانده سپاه پاسداران همون کسی است که در ماهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران دستگاه کرونایاب مستعان رو هم آورد و گفت که ما دستگاهی ساختیم که میتونه ویروس کرونا رو کشف و نابود بکنه تا فاصله 100 متری، که هنوز از اون دستگاه خبری نشده. حالا گفته همزمان با این حمله سایبری که به شبکه سوخت انجام شده، سامانه هوشمند سوخت، گفته دشمن در مرز نتوانستن قرار گرفته. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده و در این گزارش نوشته که دست کم در فاصله مهرماه سال 99 تا کنون 5 حمله بزرگ سایبری به گمرک رجایی در بندر عباد، استان هرمزگان، به راهن ایران، به تأسیسات نتنز و همچنین بنوشته این روزنامه به یکی دو مرکز دیگر از جمله شرکت‌های مرتبط با زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در ایران انجام شده و هیچ کاری هم اینها نتونستن برای مقابله انجام بدن.